سلام خانم زرابی، سلام، حالتون چطور؟ خوب هستین؟ متشکرم. شما خوب هستین؟ خیلی ممنونم، سلامت این باشید. چیکارش کنیم؟ روز شما بخیر. خیلی متشکرم بابت روز شما هم دعوتتون. بخیر. خواهش میکنم، ممنون از شما که افتخار دادین. خب خانم زرابی جان، بریم که شروع کنیم. من یه سری نکاتی رو که لازم بود عرض کردم خدمت مصاحبه عزیز تا شما بیاین و میتونیم الان شروع کنیم. خواهش میکنم. شما زینب جان هستی؟ بله بله. موضوع لایومون همونطور که دوستان اینجا دارن میبینن پین شده، تاثیر کلاس های بارداری بر روند بارداری و زایمان هستش. یک جمله اگه بخوام بگم که در واقع حق مطلب رو ادا بکنه و زیاده گویی نکنم که حوصله دوستان سر بره، دیشب داشتم مقالات مختلف رو سرچ میکردم در زمینه تاثیر کلاس ها بر روی روند بارداری و زایمان، به شکل معناداری نشون داده شده بود که بچه هایی که خانم هایی که تو کلاس های آمادگی برای زایمان شرکت میکنن، به مراتب میزان سزارینشون کمتر میشه، یعنی با آگاهی زایمان طبیعی رو بیشتر انتخاب میکنن. و نکته جالبتر این که طول زمان لیبرشون هم کاهش پیدا میکنه، یعنی طول زمان زایمانشون به شکل معناداری کم میشه و این فکر میکنم حق مطلب رو ادا بکنه و اهمیت موضوع رو نشون میده. حالا بسیار همان اگه سوالی هست من در خدمتتون هست. خانم جواد جان، میخواین اول یه توضیح کلی بدیم که اصلا این کلاس ها رو از کی باید شروع کنن مامانا و اصلا به چه صورت این کلاس ها؟ بله. ببینید، کلاس های آمادگی برای زایمان، یه سری کلاس ها هستش که اصولش اینطوری هستش که توی 8 جلسه تعریف میشه و این 8 جلسه روند بارداری و زایمان و بعد از زایمان ما رو در بر میگیره، یعنی اطلاعاتی که به خانم ها میده شامل مسائل بارداریشون میشه، هر آن چیزی که توی یک بارداری برای خانم ممکنه چالش برانگیز باشه، روز زایمانشون رو پوشش میده کاملا، در انتخاب نوع زایمان کمکشون میکنه و مسائل بعد از زایمان و شیردهیشون رو هم پوشش میده. گفتم، عرض کردم توی 8 جلسه قاعدتا تنظیم میشه که معمولا این جلسات هلوهوش 2 ساعت تنظیم میشه به شکل روتینش. اون چیزی که حالا توی دستور وزارت خونه هستش یه چیزی حدود 1 ساعت تا 1 ساعت و 20 دقیقه مباحث تئوری هست، یعنی این آموزش ها به شکل تئوری به مادر داده میشه و بقیهش هم حالا روی تمرینات بدنی و ورزش و اینها تکیه میکنه. بهترین زمان شرکتش هول و هوش 20 هفته هست. البته من شخصا معتقد هستم که هر زمانی مادر بخواد که تو این کلاس ها شرکت کنه نباید مانعی وجود داشته باشه، یعنی یه مادری ممکنه مبحث تغذیه دوران بارداری براش توی 5 هفتگی اهمیت پیدا کنه و اصلا به لحاظ شخصیتی بعضی از مادرها شخصیت های استرسی دارن، یعنی هر چی زودتر انگار این مطالب رو دریافت کنن به آرامش بیشترشون کمک میکنه. من معتقدم که از روز اولی که یه خانم باردار میشه تا روز آخر، هر زمانی که احساس کرد که نیازه، میتونه توی این کلاس شرکت کنه. اما از اونجایی که از 20 هفته به بعد دیگه خطر سقط برطرف میشه، یه جورایی حاملگی مسجل میشه و ما دیگه خیالمون راحته که این حاملگی تا حدود زیادی اوکیه، دستور وزارت خونه از حدود 20 هفتگی هستش. متشکرم ازتون. خانم زرابادی، این در دوران حالا کرونا که حالا این 2 سالی که درگیر هستیم همچنان ادامه داره، و تو این دوره ها چطوری بوده؟ این کلاس ها برگزار شده؟ حضوری هست هنوز یا نه؟ حالا ما از زمانی که کرونا اومد زینب جان، خب خیلی جاها شوکه شدن، یعنی این کلاس ها حالا تو مرکز بهداشت داشت برگزار می شود، تو مرکز مشاوره و خدمات مامایی داشت برگزار می شود و خیلی به جاهای خوبی هم رسیده بود، روتین شده بود، بین مامانا جا افتاده بود و با ورود کرونا دیگه همه اینطوری شدن که خب حالا چیکار کنیم. کلاس های خود ما، من از روزی که کرونا اومد، از فرداش، یعنی دقیقاً از فردای روز کرونا که اعلام شد و تعطیلی‌ها اتفاق افتاد، کلاس‌هامو مجازی کردم، یعنی حتی 1 ماه هم فاصله نیفتاد.
و خب خیلی جاها کم کم، حالا یکی یه ذره زودتر یکی یه ذره دیرتر، کلاس ها رو به شکل مجازی به اصطلاح شروع کردن که هیچ چیزی هم واقعا به عنوان کسی که یه چیزی حدود 13-14 سال در این زمینه تجربه دارم، تو مجازی هیچی هم کیفیت کلاس ها کم نشد. یعنی ما تونستیم هم آموزش هایی که توی حضوری به مامان ها میدادیم توی مجازی بدیم. اولش یه ذره گارد وجود داشت، حالا همین اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم به مامان ها بگم که خیالشون راحت باشه اگه تو شهرشون جایی کلاس مجازی هست، هیچ توفیری فرقی به قول معروف با کلاس های حضوری نداره. اولش یه ذره گارد وجود داشت، ترس وجود داشت که حالا مجازی چجوری، هیچ ایرادی به اصطلاح نداره، به شکل مجازی هم ما اینها رو آموزش میدیم و خیلی هم عالی پیش رفته تا حالا. و همینجا باز میخوام توصیه بکنم، بعضی مامان ها کم کم دارن میرن به سمت حضوری ولی در آستانه پیک ششم هستیم، بارداری شرایطش خیلی متفاوت هست، سیستم ایمنی میاد پایین. من به هیچ عنوان صلاح نمیدونم که همچنان کلاس ها رو بخوام به شکل حضوری داشته باشم تا یه مقدار انشاءالله شرایط استیبل بشه. انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. خب بریم سراغ سوالایی که حالا مادرای عزیز قبل از لایف پرسیده بودن از ما. مامان عزیزی پرسیده بودن که کلاسای آمادگی زایمان، فکر کنم که توی توضیحاتتون توضیح دادیم ولی خب دوباره اشاره کنیم بهش، چطور میتونن استرس مامان رو کم کنن؟ چطور این کار رو میکنن؟ چطوری؟ ببینید دوستای خوب من باید توجه داشته باشن که عامل اصلی استرس ناآگاهیه. شما وقتی که یک جای وارد میشی برای اولین بار، ناآشنا هستی، همه ما یه دلشوره میگیریم. یعنی من دارم یه مثال خیلی کوچولو دم دستی رو دارم مثال میزنم. ناآگاهی همیشه برابر با ترس و استراب. نداشتن مهارت توی حوزه‌ای که تو داری واردش میشی ولی مهارت کافی رو در موردش نداری برابر با استرس. دو نفر میخوان بندازن توی آب، میخوان هولتون بدن توی استخر، یکی شنا بلده یکی شنا بلد نیست، طبیعتا بین این دوتا تفاوت خیلی زیادی وجود داره. در ارتباط با بحث بارداری و زایمان هم به همین شکل هست. شما وارد یک پروسه جدیدی از زندگیت میشی، یک سری چالش ها و مسائلی برای در زمینه بارداری اتفاق میفته و جایی که شما آگاهی میگیری طبیعتا استرس میاد پایین. خیلی اوقات شاید جالب باشه که شما بدونید، یه مثال کوچولوشو میزنم، در حین روند زایمان خانم داره درد میده، مثلا زورای آخر رو میزنه، بارها من دیدم میگه خانم سربازی بعدش چی؟ قراره کجا بریم؟ کدوم اتاق باید بریم؟ حالا الان چی میشه؟ یعنی یه چیز خیلی کوچولوشو دارم مثال میزنم. ما در کلاس های آمادگی برای زایمان، روز زایمان و زینب جان، از لحظه اول شروع درس ها، از لحظه اول پارگی کیسه آب، از شروع پروسه زایمان تا لحظه ای که بچه به دنیا میاد و دیگه تو بغل مامانشه، مثل فیلم سینمایی برای مامانا داستانش رو به شکل درست و علمی تعریف میکنیم. یعنی یک بار، خیلی اوقات مامانا به من میگه خب من زایمان کردم، انگار یه بار بار دومه که زایمان کردم. یعنی تعریفای شما و اون توضیحاتی که شما داده بودید برای من انگار تجربه دوم بود. خب تو دیگه میدونی چجوری باید زور بزنی، میدونی چطوری باید نفس بکشی، میدونی از این اتاق قراره بری تو کدوم اتاق، تمام پروسه رو میشناسی و چیره یه جوری میاد تو دایره امنت، دیگه برات ناامن نیست، میاد تو دایره امنت، به تمام مسائلش چیره میشی. و مهمترین چیز به نظر من همین مسئله هست که باعث میشه که مامان ها احساس آرامش میکنن. تو بارداریشون هم به همین ترتیب، با هر چیزی مامان ها نگران میشن، مضطرب میشن، میدونن بیمارستان الو دکتر، وقتی اطلاعات دارن خب طبیعتا خودشون میتونن موضوع رو، برعکسش هم هست، خیلی اوقات مامانا بزنگاه ها رو نمیشناسن، برای 80 تا چیزی که اصلا مهم نبوده هول شده، رفته بیمارستان، رفته دکتر، اتفاقا برای این خارش بارداریه که مهمه، میتونه نشونه یه چیز خاصی باشه، جاریش اومده گفته مثلا ببین این هیچینی حساسیت به جفته، خیالت راحت، نشسته خونه و عوارض واقعا براش گذاشته. من به زبانه ببخشید ساده دارم میگم، میخوام بگم که این آگاهی همیشه به مامان ها آرامش میده، ضمن اینکه جمله آخری که اعتماد به نفس میده.
خیلی ها با شرکت تو کلاس ها، چون همه مسائل یه بار براشون مرور میشه، اعتماد به نفس میگیرن، حالشون خوش میشه، به باور من میتوانم میرسن که منم میتونم، همه تونستن، زرابادی یا ایکس ایگرگ اینو برای ما پروسه رو توضیح دادن، پس منم میتونم، یه قدرت تو بدنم. و این شکلی میشه که همونطور که گفتم طبق آمار، طبق مقالات، چیزی نیست که من خودم بگم، مامان ها میرن به سمت زایمان طبیعی خوب، نه هر زایمان طبیعی، و پروسه زایمانشون هم اتفاقا کوتاه میشه. بسیار عالی، چقدر خوب. پس قطعا توصیه میکنیم که مامانا حتما این کلاس رو شرکت کنن، و البته الان که مجازیه. خب بریم سراغ سوال بعدی. مامان عزیزی پرسیدن که تو کلاس های آمادگی برای زایمان نکات مربوط به رابطه جنسی و حالت های ایمن در بارداری هم توضیح داده میشه؟ یک جلسه ما داریم، حالا تو جلسات اول معمولا که میام یه سری نکات بهداشتی رو میگیم، لزوما ممکن اشاره بشه یا نشه، ولی این مسائل عمومی، سکس تو بارداری چطور باشه یا همه اینها، معمولا در قالب یک جلسه توضیح داده میشه. حالا ممکنه مشخصا نه، ولی وقتی تعامل میگیرن با مدرس خیلی از سوالاتشون رو هم میتونن بپرسن، حالا چه در قالب اون کلاس باشه چه نباشه، میتونن از یه منبع امنی که میدونن علمی هست سوالاتشون رو بپرسن. بله قطعا به جواب سوالشون میرسن تو این کلاس ها. بسیار هم عالی. خب حالا گفتیم که از چه زمانی باید رفتن به این کلاس ها رو شروع کنن، و اگر از حالا هر زمانی توی بارداریشون رو خواستن اقدام کنن هم مشکلی نداره. کلاس های آمادگی برای کسایی که تو دوره اقدام به بارداری هستن هم مفیده، یعنی میتونن شرکت کنن قبل از بارداری، یا نه بهتر که همون بذارن دوران بارداری شرکت کنن؟ حقیقتا نه، خیلی اوقات ما درخواست داریم برای از جانب مامان هایی که میخوان اقدام کنن، میگم خب حالا چرا؟ میگه میخوام آماده بشم، و میگم نه یه ذره صبر کن، چون واقعا تا درگیر یه سری موضوعاتی نشی اون آموزش ها خیلی نمیتونه برات کارساز باشه. باید تو فرایند بارداری باشی تا انتخاب نوع زایمان، جلسه انتخاب نوع زایمان بهت بچسبه. قبل از اینکه هنوز باردار بشی واقعا من فکر نمیکنم. ما کلاس های دیگه ای داریم برای کسایی که در حال اقدام هستن که کمک بکنه که پروسه اقدامشون رو به سلامت بکنه بگذرونن، تغذیهشون چجوری باشه، رابطه هاشون چجوری باشه، همه اینها رو ما توی کلاسی در واقع مناسب اقدامی ها داریم. ولی کلاس های آمادگی برای زایمان من فکر نمی کنم به هیچ عنوان برای کسایی که در اقدام هستن مناسب باشه. بسیار عالی. خب اینم اشاره کردیم که کسایی که حالا توی این کلاس ها شرکت میکنن میتونن زایمان طبیعی بهتری داشته باشن. خانم زرابادی، یک مسئله که هست و خیلی مخاطبای ما همیشه میبینم که درگیر هستن باهاش، خیلی از زایمان طبیعی میترسن، چون حالا قصه های وحشتناکی شنیدن ازش، و همه حتی مثلا اطرافیان خود من به شکلی بودن که نه ما میخوایم بریم سزارین کنیم، همه میگن سزارین خوبه، و جالب اینجاست که حالا بعدش هم میگن که نه ما خیلی راضی بودیم، در حالی که اصلا تجربه نکردن زایمان طبیعی. اگر مادری حالا با توجه به این مسائل اصرار بر این داشته باشه که سزارین هم بشه، باز این کلاس ها کمکش میکنن که سزارین بهتری داشته باشه؟ 100%. چه سوال خیلی خوبی کردی زینب جان. خیلی اوقات من میان تو دایرکت برای کلاس ها اینها میپرسن که آقا ما اصلا ببین تو کار به کار ما نداشته باش، ما میخوایم سزارین بشیم، آیا اصلا تصمیممون قطعیه؟ آیا این کلاس ها به دردمون میخوره؟ این کلاس ها یک جلسه است، حتما به دوستانم، به خانمای گلی که الان دارن صدای من رو میشنون بگم که یک جلسه است جلسه انتخاب نوع زایمان. یعنی ما میایم واقعیت ها رو در مورد سزارین میریزیم رو دایره، در مورد زایمان طبیعی هم میریزیم رو دایره. شما میذارید تو کفه ترازو، بر اساس شرایط بدنی خودت به هر حال به یک نتیجه معقولی میرسی. دیگه تو ذهنت این نیستش که دختر خالم گفت سزارین، ای وای دخترم من که امروز زایمان کرد گفت طبیعی. رفتم تو فلان پیج کامنت ها رو خوندم، 10 تا کامنت این بود که وای طبیعی اصلا فاجعه است،
ده تا کامنت این بود که وای سزارین نمیدونین چیه. یعنی یکی از معضلات مامانای ما اینه، گیجن میرن از اطرافیان میپرسن، از کامنت ها رو تو پیجا میخونن، هر کی تجربه خودش رو داره میگه. یکی از در واقع جلسات اینه که تو اگه انتخاب میکنی نظرت محترم، همیشه میگم نوش جونت رو سزارینی که میکنی، ولی تو رو خدا با آگاهی بدون که داری چی کار میکنی، بیا بشنو عوارضش رو ببین، عوارض طبیعی رو ببین، بیا با آگاهی انتخاب کن. این جلسه برای همه میتونه مفید باشه. ضمن این که این جلسات، یک جلسش در ارتباط با طبیعی، یک جلسش در ارتباط با سزارین. پس فرق نمیکنه اگه شما میخواین سزارین بشین، اینجا این کلاس ها به دردتون نمیخوره. بقیهش در ارتباط با شیردهیه. تو چالش های شیردهی حل میشه. بالاخره هر مامانی به هر شیردهی زایمان کنه شیردهی رو که داره. در مورد توانبخشی بعد زایمانه، بالاخره تو هر جوری بزای باید خودتو ریکاوری کنی، باید بتونی بدنتو برگردونی. یه جلسش اینه. یه جلسش در مورد تغذیه بارداریه، بالاخره تو باید بدونی چی بخوری چی نخوری فارغ از نوع زایمانت. در مورد مسائل بهداشتی بارداری هست، در مورد علائم خطر بارداری هست. پس همینجا میخوام به دوستانم بگم که حتی اگر تصمیم قطعیشون سزارین هست، چنانچه البته خیلی هم میان نظرشون تغییر میکنه تو کلاس ها که من حال کاری به اون بخشش ندارم، کلاس ها برای همه باردارها به نظر من زینب جان باید واجب، یعنی به عنوان یه مدرک بیمارستان اینو از اینا بخوام، یعنی اینقدر که میتونه به آرامش اینها در زمان بارداری و زایمان کمک بکنه. پس ربطی به نوع زایمان نداره، هم طبیعی ها باید توی کلاس ها شرکت کنن و هم سزارین. بسیار هم عالی. اتفاقا مادری عزیز که حالا من سوالات رو نگام کردم، خیلی هم اشاره کرده بودن که چقدر کلاس ها باعث شده که ترسشون از بین بره و آرامش بیشتری موقع زایمان داشته باشن. حتی مادر عزیز نوشته بود که من موقعی که زایمان داشتم، من داشتم مادرای دیگر رو که حالا همراه من موضوع میخواستن زایمان کنم آروم میکردم که آروم باشید چیزی نیست، خیلی اوکی، همه چی این کار رو باید بکنید، اون کار رو باید بکنید. بسیار هم عالی. توی این کلاس ها خانم زرابادی جان، خیلی از مامانا میدونیم که حالا دوچار کمردرد و پادرد و این مسائل میشن تو دوران بارداری، در مورد حالا این مسائل و کاهش دردهاشون هم توی این کلاس ها صحبت میشه و کمکی میشه بهشون؟ بله، یک جلسه ما داریم جز جلسات اول هست که اصلا میگیم که این کمردرد برای چی ایجاد میشه، لردوز کمرت مثلا زیاد میشه، چجوری این گودیه رو پوشش بدی. یعنی یک سری آموزش های عمومی به مادر میدیم که در نهایت میتونه روی جسم مادر تاثیر بگذاره و باعث کاهش دردش بشه. ولی حالا چه کلاس ها مثل کلاس های ما که ورزش و تئوری از هم جدا کردیم، برای بعضی ها که حالا من ای دارن جفت سر راهی دارن میخوان تئوری ها رو بگذرونن ورزش رو مثلا نمیخوان، چه برای کسانی که این کلاس ها همچنان مثل کلاس های مرکز و مرکز بهداشتی و اینا که قبلا بود به شکل همزمان هست، یعنی توی یه جلسه عرض کردم یه مقدارش تئوری یه مقدارش ورزش، اون ورزش ها بچه ها به شدت میتونه روی کاهش دردهاتون تاثیر بگذاره. باز اینم ازم خیلی میپرسن نرمش فقط برای طبیعی هست دیگه؟ میگم ببین نرمش برای همه خوبه. الان بچه 2 ساله رو میگن شما ورزش رو یعنی یه سری حرکات رو برای شروع بکن، پیرزن 80 ساله رو میگن که خوبه که در حد سن خودش یه سری تمرین ها رو داشته. تو همه مسیر زندگیمون خوبه که ما زندگیمون رو مرتبط کنیم با حالا ورزش، نمیخوام اسمشو بذارم ورزش چون حرکاتش خیلی، با نرمش، و این میتونه به همه کمک بکنه. بله 100% کاهش دردهاشون کمک میکنه، روی افزایش ظرفیت لگنشون کمک میکنه، روی تقویت عضلاتشون و به دنبالش کاهش دردها کمک میکنه، و برای همه به نظرم توی بارداری نرمش ها مفیده. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یه سوالی هم که دوستان پرسیده بودن، دوستان من این سوال رو هم بپرسم بعد میریم سراغ سوالاتی که شما دارید میپرسید اینجا و سعی میکنم که اونا رو هم از خانم زرابادی عزیز بپرسم. گفتم که یه سری از مامانا خب یکم بارداریشون طولانی میشه و هی منتظرن که درداشون شروع بشه ولی خب شروع نمیشه. پرسیده بودن که این کلاس ها میتونه در این زمینه هم کمک کنه تا شروع درد زایمان؟ ببینید مثلا برای کسی که الان هول شده بعد 47 است منتظر درداش شروع بشه، حالا بیاد الان یه جلسه ای رو بنویسه که اون جلسه یه وردی بخونه که این درداش شروع بشه، بعضی واقعا این انتظار رو دارن.
من الان این جلسه طبیعی رو بنویسم، الان دیگه فردا میرم مثلا میگم ببین نه این واقعا یه پروسه است. من نوعی رو دارم میگم، خودم مثال میزنم، هر کسی که این کلاس ها رو برگزار میکنه ذهن تو رو اول آماده میکنه، بعد جسم تو رو آماده میکنه، بعد به یه سری تکنیک میده، یعنی تو یک روند این پروسه باید انجام بشه. اینطوری نیست که الان 40 هفته شدی بیای توی یه کلاسی شرکت کنی، من به تو دو تا راهکار بدم مثلا امشب دردات شروع بشه. ولی قطعا ما تو جلسه زایمان طبیعی به مادرها راهکار میدم، اگه از قبل شرکت کرده باشن قطعا یه پکیجی هستم من دارم تو کلاسا که بهشون میگم، یه سری نکات رو بهشون میگم، کوزه‌گری رو به قول معروف، که چطور پیاده روی بکنن، چی بخورن، از کی چه کاری شروع بکنن، و همه اینها بهشون کمک میکنه. نمیگم 100%، چون شروع زایمان اصلا پروسه یه که باید به خودی خود اتفاق بیفته، ولی کمک میکنه که تا حد خیلی زیادی زایمانشون به شکل خود به خودی شروع بشه. بله، اگر از قبل کلاس ها رو شرکت بکنن میتونه بهشون کمک بکنه که زایمان به موقع شروع بشه. بسیار هم عالی. من یه سوالی که دیدم دوستان پرسیده بودن، که چطور میتونن این کلاس ها رو، حالا یا کلاس های شما یا کلن حالا کلاس های آمادگی برای زایمان رو، چطور میتونن شرکت کنن، کجا میتونن مراجعه کنن؟ والا تا جایی که الان در جریان، یعنی میدونم چون بحث کرونا یه ذره همه چی رو به هم زد، اولا توصیه‌ام به شدت این هستش که همچنان اگر حضوری کلاس هست با تعداد برگزار میشه، من نمیدونم الان به چه شکل هست، ولی شی به گوشم خورده که جاهایی داره کلاس ها رو حضوری و با تعداد زیاد برگزار میکنه، حالا به بهانه واکسیناسیون این کار رو نکنن، چون هنوز حالا تعداد واکسینها به اون حد چی نیست و به هر حال پیک های مختلفی هنوز انگاری که در راه هستش. ولی کلاس های مجازی رو میدونم که مراکز مشاوره و خدمات مامایی تو شهرهاش رو میتونن سرچ بکنن، همین رو سرچ بکنن بالاخره میاد، مراکز مشاوره و خدمات مامایی. تعدادی از بیمارستان ها میدونم که الان کلاس ها رو دارن، شاید مثلا توی مراکز بهداشتی الان کلاس ها رو کم کم دارن، چون کاملا تو مراکز چیز شده بود، یعنی دیگه کلاس ها رو نداشتن، کم کم فکر میکنم دارن شروع میکنن و میتونن سرچ بکنن و کلاس های با کیفیت رو هر جا که هست انتخاب بکنن. متشکرم. مامان عزیزی پرسیدن که برای دوقلوهاشون اگر این کلاس ها رو شرکت کنن میتونن طبیعی به دنیا بیارن کوچولوهاشون رو یا نه؟ نه، به خاطر اینکه توی ایران ما خیلی فرصت زایمان طبیعی رو نمیدیم چه برسه به دوقلوها، ضمن اینکه مدل قرارگیری دوقلوها هم بسیار مهمه. توی انواع مختلفی از دوقلوها اصلا امکان زایمان طبیعی وجود نداره، در نتیجه میتونن مثلا تغذیه رو بیان شرکت کنن، خیلی نکات خوبی داره در مجموع براشون. یه جلسه اصلا من خودم سزارین رو میگم، یعنی یک جلسه مشخصا راجع به سزارین صحبت میکنه، میتونه یه سری اطلاعات کلی رو بهشون بده، ولی اینکه بیان کلاس شرکت کنن که با وجود دوقلوی طبیعی زایمان بکنن، نه همچین چیزی نیست. بسیار همالی. خانم دردادی جان، راجع به واکسن گفتین که حالا یه سری مرکز به بهانه واکسیناسیون میان و این کلاس رو حضوری برگزار میکنن، ما خیلی حالا لایو و مطلب و پست و استوری گذاشتیم در مورد کرونا و واکسیناسیون، ولی خب باز هم سوال مامان ها هست و حق دارن. شما که حالا با تعداد زیادی از مامان ها در ارتباطی، مامان ها خیلی میخوام بدونن که کسانی که، یعنی مادرهایی که واکسن زدن توی دوران باردارشون، آیا مشکلی براشون پیش اومده برای سر واکسن تا الان؟ نه، حقیقتا جامعه آماری من جامعه آماری خب دقیق و خیلی وسیعی طبیعتا نیست، من مامان های مرکز خودم رو دیدم نهایتا، ولی تو همین تعدادی که حالا مامان های خودمون هستن، اولا که خیلی از اون استعلام میکنن و من به همشون توصیه میکنم که حتما واکسن رو بزنید، هر چیز جدیدی که میاد همیشه براش گارده. اون زمانی که واکسن اصلا اومد گفتن توی واکسن ها شیطانه، قراره مثلا روح نمیدونم خبیث بهتون تزریق، یعنی اینا همیشه هست و همیشه استرس هایی که آدم ها دارن. ولی واقعا فکر میکنم در با توجه لایدی که خودم داشتم با یه متخصص عفونی، میگو مامانه که واکسن نزدن وقتی مبتلا میشن درصد بستریشون و بدحالیشون و مشکلات ریهشون به مراتب بیشتره، اینو که داریم میبینیم. حالا اینکه آینده چیه، چیز نقد آدم نمیگیره به چسب به نسیه، من حتما توصیه میکنم که بزنن واکسن رو. و چیزی تا حالا واقعا عوارض خاصی تو باردارهامون نیدن، تعداد زیادیشون واکسینه شدن، ولی من هیچ عارضی خاصی ندیدم، همه به سلامت زایمان کردن، حالا اون حدی که من دیدم.
میگم جامعه خیلی وسیع نیست ولی مشکلی نبوده. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون. دوستان من سوالات رو که نگاه میکردم همون اول لایف هم توضیح دادم، متاسفانه یه سری از سوالات شما خیلی شخصی هستن و بستگی داره که شما تو چه شرایط و تو چه وضعیتی باشین و حتما باید به پزشک متخصصتون، به ماما یا هر کسی که حالا دوران بارداریتون رو دارید باهاش میگذرونید مراجعه کنید و این سوالا رو از ایشون بپرسید. اینجا توی لایف واقعا جاش نیست که ما بخوایم تک تک به این سوالات جواب بدیم. من عذرخواهی میکنم ولی خب امکانش نیست واقعا ما به این سوالات جواب بدیم. لایو رو سیو میکنیم حتما، بعدا توی کانال یوتیوبمون هم میتونید لایو رو به صورت کامل ببینید. لایو تا یک روز هم توی پیج هستش، میتونید تا فردا هم لایو رو مشاهده کنید، بعد از اون توی یوتیوب حتما قرار داده میشه، میتونید اونجا هم لایو رو ببینید. خانم جوادی عزیز خیلی ممنونم از توضیحات کاملی که دادید. حقیقتا به خود من کلی اطلاعات اضافه شد، من خودم خیلی اطلاعاتی نداشتم راجع به این کلاس ها. قربان شما، خیلی انشالله که مامانم حالا شرکت کنن و استفاده کنن. انشالله اگرم با سوالی داشتن مسئله بود من در خدمتشون هستم. خیلی ممنونم، لطف کردیم. روزتون بخیر. روز شما بخیر. روزتون بخیر. خدا نگهدار.